اما از واشنگتن یوسف عزیزی، کارشناس علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک با ماست و همچنین علی حاجی قاسمی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای حاجی قاسمی، شما یا نکته جدیدی در صحبت‌های حسن روحانی دیدید؟ کدومشون بگم؟ به نظر من صحبت‌های جدید زیاد بود. به نظر من مذاکره آغاز شده یا پیش مذاکره آغاز شده. یعنی ما اگر نگاه صرفاً ژورنالیستیک نداشته باشیم که کدوم عبارت، کدوم جمله، پاسخگوی کدوم درخواست یا ضرورت مرحله‌ای یا چیزی که روزهای اخیر مطرح بوده بوده یا نبوده، کل سخنرانی ایشون رو در نظر بگیریم، کل حرکت‌هایی که طی روزهای اخیر صورت گرفت در اطراف این نشست، به این نتیجه میرسیم که مذاکره آغاز شده است. پیش مذاکره آغاز شده بر سر مسائل در واقع حساس، و آنچه در صحبت‌های آقای روحانی گفته شد در واقع همه اون مواردی که مورد نظر بود مطرح شد که برجام رو اگر می‌خوایم می‌تونیم تغییر بدیم. نمی‌دونم نکات دیگه که می‌خواد تغییرات صورت بگیره، خواستایی که هست، حد اقلیش اگر بخواین هستیم، حد اکثریش رو بخواین هستیم، برای اون به اصطلاح مسئله خاصی که الان در خلیج فارس مطرح است، مسئله امنیت عربستان سعودی با این حمله‌ای که دو هفته پیش صورت گرفت، برای اون هم مسئله طرح امید، طرح صلح مطرح شد، و اینکه با همسایگان زیاد تاکید شد. به نظر من در واقع جمهوری اسلامی یا آقای روحانی یک دیپلماسی فعالی را در این سفرش در پیش گرفته، و فکر میکنم اینم ربط مستقیم داره به حمله دو هفته پیش، چون تا پیش از اون ایران در مقابل تحریم هایی که قرار گرفته بود جمهوری اسلامی، در واقع خودش رو بازنده حس میکرد و اینکه مورد یورش قرار گرفته، هیچ کاری نتونسته انجام بده. ولی اون حمله ای که صورت گرفت، حالا کی گرفت انجام داده اون اصلا بحث ما نیست، اون باعث شد که یک اعتماد به نفسی در جمهوری اسلامی شکل بگیره که ما هم میتونیم، ما هم مقابله کردیم، و حالا همسایگان ما آمریکا و کشورهای اروپایی نگران عواقب رفتارهای بعدی ما هستند. بنابراین وقتی که به نظر من تیم ایران وارد نیویورک شد، این آمادگی رو از پیش داشت که وارد جدی روند مذاکره بشه، و به نظر من مذاکرات آغاز شده. ولی آنچه در ارتباط با کره شمالی آمریکا صورت داد، اول دیدار و بعد حل مسائل، ایرانیا درس گرفتن که اینو انجام ندن، و همونطور که ایشون گفت عکس رو می‌ذاریم برای آخر کار، اول باید مسائل یک به یک حل بکنیم. هم به اصطلاح مذاکره محدود یا حل و فصل محدود رو ایشون مطرح کردن، هم به طور گسترده‌تر هم به نظر من طرحی که ارائه شده، به خصوص طرح صلح امید که ایشون نام برد، ائتلاف امید، این در واقع نگاهش به حل مسئله منطقی ایران با کشورهای همسایه است. آقای عزیزی، نظر شما چیه؟ رای شما هم مثل آقای حاجی قاسمی معتقدید که ایران در واقع پیش قدم‌های پیش از مذاکره رو برداشته، با توجه به اینکه به هر حال اصلی ترین شرطی که ایران گذاشته مبنی بر لغو تحریم‌ها شرطیه که تا اینجای کار به هیچ وجه آمریکا بهش تن نداده؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، من فکر می‌کنم بعد از دو زاویه این قضیه نگاه کنیم. یکی اینکه چه کسی نیاز به مذاکره داره در حال حاضر؟ دولت آقای روحانی، دولت ترامپ. اگه ما بررسی کنیم می‌بینیم که دولت آقای روحانی عملاً یه دولت ورشکسته است. عملاً تمام قول‌هایی که داده بوده هیچ کدوم نتونسته اونها رو عملی بکنه توی کمپینش. در مورد 4 سال اول صحبت نمی‌کنه، در مورد 4 سال دوم، در 4 سال اول طرح تحول سلامت رو اجرا کرد، تورم رو کنترل کرد، قیمت ارز رو تونسته بود کنترل کنه، برجام به ثمر رسیده بود. اما در 4 سال دوم می‌بینیم که تقریبا تمام طرح‌ها از بین رفته، منتقدین داخلی حتی از گروه‌هایی که طرفدار آقای روحانی بودن دیگه ازشون حمایت نمی‌کنن، عده قلیلی، محبوبیت ایشون بسیار افت کرده. تنها چیزی که الان دولت آقای روحانی رو می‌شناسن باهاش برجام هست. شما ببینید مثلا دولت آقای احمدی‌نژاد ارزش‌گذاری نمی‌کنه، مثلا به عنوان طرح مثلا مسکن مهر می‌شناسن یا یارانه‌ها می‌شناسن، دولت اوباما رو به عنوان اوباماکر می‌شناسن، دمد خوبی یا بدی صحبت نمی‌کنیم. اما دولت آقای روحانی الان تمام هویت خودش رو به برجام گرفت زده. از اون طرف آقای ترامپ رو باید ببینیم. آقای ترامپ تقریبا به قول‌هایی که داده بوده تو کمپینش بازم ارزش‌گذاری نمی‌کنیم، چه ظاهری بگیم چه کوتاه مدت بگیم، به بیشتر اونها عمل کرده و حداقل در بین طرفدارهای خودش اینگونه وانمود کرده که من به قول‌هایی که به شما در دوران کمپینینگ انتخاباتم داده بودم عمل کردم. تنها موردی که آقای ترامپ در اون دوچار ضعف هست بحث ایرانه. درسته که برجام رو پاره کرده بوده، قول داده بوده، ولی نتونسته یک قرارداد محکم‌تری ببنده. اینجا ما می‌بینیم که هر دو گروه
با توجه اینکه آقای ترامپ سال بعد انتخابات ریاست جمهوری داره، میتونه دوباره انتخاب شه ولی آقای روحانی دیگه دولتش داره تمام میشه، هر دو گروه، هر دو در واقع رئیس جمهور نیازمند مذاکره هستند. اما سوال اصلی اینه که با چه شرایطی میخوان مذاکره کنن. آقای روحانی و آقای ظریف وقتی که آقای ترامپ اومدن سر کار و میخواست از برجام خارج بشه و وقتی حتی خارج شد، تمام حرفشون این بود که ما مذاکرهمون با دولت آقای ترامپ به صورتی خواهد بود که ایشون دوباره برگرده به برجام یا حداقل تحریم‌های اروپا یا بتونن تحریم‌های نفتی و مبادلات بانکی ما رو آزاد بذارن ما بتونیم راحت انجامش بدیم بر طبق برجام. از اون طرف آقای ترامپ کلن میخواست قرارداد رو به هم بریزه، میخواست یه چیز از نو ایجاد بکنه و همونطور که شما گفتیم حرفاشون هم متفاوت بود سیاستگذاران آمریکایی در مقابل ایران. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که آقای روحانی و آقای ظریف بسیار کوتاه اومدن. بحث 15 میلیارد فقط بود، الان بحثی که امروز مطرح شده، ولی حداقل اون چیزی که آقای روحانی و آقای ظریف میدونن اینه که وقتی که آقای اوباما نتونسته به تعهدات خودش عمل بکنه که حالا دوستشون بود، یعنی یه حالتی تراست بینشون برقرار شده بود، دیگه این وسط آقای ترامپ که حتی صبح یه توییت میزنه شب توییتش رو عوض میکنه تو ماجرای کره شمالی، تو ماجرای طالبان، ماجرای سوریه، همه این اتفاقاتی که حالا میتونیم جزئیاتش رو بررسی بکنیم، آیا میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ اول باش عکس یادگاری بندازیم و بعد یک دفعه او بزنه زیر قولش؟ من به نظرم این ریسکو دیگه تا این حد نمیکنم و منتظرم که یک حرکت عملی از سوی آمریکا ببینم. آقای حاجی قاسمی، به نظر میاد که از دید آقای عزیزی ایرانه که بیشتر از آمریکا نیازمند به این مذاکره است. به نظرم میومد که تا حدودی آقای روحانی چند قدمی عقب کشیده از مواضع چند ماه گذشته که تاکید میکردن که آمریکا 100% باید به برجام برگرده. به نظر میاد که ارتباطمون با آقای حاجی قاسمی قطع شد. آقای عزیزی، با شما ما میتونیم تلاش میکنیم که آقای حاجی قاسمی رو دوباره وصل بکنیم. آقای حاجی قاسمی صدای منو دارین؟ بله صدای شما رو دارم. متشکرم. شما در مجموع خوشبینید، برداشتی که از سخنرانی آقای روحانی داشتید اینه که ایران به طور فعالانه داره دیپلماسیش رو پیش میبره، اما یک جمله مهمی که آقای روحانی در این سخنرانی گفت این بود که پاسخ به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. کاملا همینطوره، ولی در واقع این پیام داره به آمریکا میده که ما باید یه فکری به حال تحریم ها بشه. ما اعتماد نمی کنیم، ما نمی تونیم بیان پای مذاکره و بعد فردا شما مثل کره شمالی تحریم ها رو بر نداریم. درست آقای حاجی قاسمی، ولی به هر حال الان همطوری هم که آقای عزیزی گفتند، به هر حال وضعیت اقتصادی ایران واقعا کشش این رو داره که بتونه اینقدر ایران پافشاری بکنه. به نظر من ایشون یک جایی هم اشاره کردن به وضعیت اقتصادی. ما میدونیم وضعیت اقتصادی بد است، ولی این بد معنیش این نیستش که طی 6 ماه آتی متلاشی خواهد شد، فرو خواهد ریخت کشور. کشور توانایی اینو به نظر من داره و اینطور که نظام داره میگه که توی 6 ماه آتی بتونه تحمل کنه، اما در وضعیت شکننده و سختی هستن، میخوان مذاکره کنن و الانم آنچه من اشاره کردم اینه که مذاکرات جریان داره، احتمالاً برای اینکه دو طرف مثلا در یک روز معینی که بلافاصله مثلا آمریکا اعلام میکنه که خب ما امروز این بخش از تحریما رو برمی‌داریم و مثلا همون روز یک دیداری یا یک وعده دیداری صورت داده بشه. فکر میکنم الان ما وارد این روند شدیم، یعنی رفتار و حرکات‌های روزهای اخیر و آنچه در صحبت‌های امروز آقای روحانی بود، در کلیت کلامیشون، در لابلای جملاتشون آمادگی زیاد ایران، درست میگن آقای عزیزی، برای مذاکره زیاد هست، ایران بیشتر نیاز داره، ولی باز از طرف دیگه چون اگر وارد مذاکره بشند که در واقع گول بخورن، اون چیزی که انتظارش داشتن بهش نرسند به عکسش تبدیل خواهد شد، ایرانی ها خب به نظر من صبر بیشتری خواهند کرد، ولی نشون دادن، یعنی الان کاملا همگان میدونن که ایرانی ها مذاکره میخوان، منتها میخوان خاطرشون جمع بشه و آمریکایی ها باید خودشون رو آماده کنن برای اینکه بخشی از تحریم ها رو بردارن که این مذاکره بتونه انجام بشه. آقای عزیزی، آقای روحانی اشاره کلی کرد به ائتلاف امید یا به گفته او ابتکار صلح هرمز، اما در همون اشارات کوتاه صحبت از کرد که امنیت باید چتری فراگیر باشه برای همه کشورهای منطقه و برای تمامی کشورها باید این شاملش باشه و بتونه تضمین کننده آزادی کشتیرانی و سایر منابع در منطقه باشه.
مسئله مخالفان و در واقع رقبای ایران در منطقه اینه که اونها خود ایران را عامل عدم امنیت در منطقه میبینند. چقدر ممکنه پذیرای این طرح ایران باشن؟ من شروع میکنم. ببینید من یک جواب کوتاه بدم نسبت به سوال قبلی چون بعد برداشت شد. من معتقد نیستم ایران الان در موقعیتی که حتما باید بره و نیاز داره به مذاکره. این دولت آقای روحانی هست که متاسفانه به خاطر برجام ممکنه خیلی چیزا رو فدا کنه. نمیخوام زیاد به این بپردازم. نکته دوم در مورد بحث اقتصادی هست، اونم اینه که دولت آقای ترامپ فشار حداکثری و اون فشار تحریمی رو گذاشت و حوادثی اتفاق افتاد تو دی 96 و بعد از اون، اما این فشار اقتصادی آمریکا الان بسیار کم شده. تحریم های دیگه‌ای که داره میکنه تحریم های سمبولیک هست و ما میبینیم که وضعیت یه ذره در ایران باثبات‌تر شده. حالا بحث جداست. من در مورد سوالی که الان گفتین اگه بخوام جواب بدم، ایران مسلما اون چیزی که میخواد همون آزادی کشتیرانی، آزادی انتقال انرژی، انتقال نفت و امنیت انرژی هستش. اون کسی که جلوی امنیت انرژی و تبادلات آزاد رو گرفته، همین خروج آمریکا از برجام، تحرکاتی که عربستان داره انجام میده و اون راهزنی دریایی، حالا اون چیزی که به عنوان راهزنی دریایی عنوان شده بود که از طرف آمریکا به نظر میسید فشار اومده به بریتانیا و جبل الطارق که کشتی ایران رو گرفتن. ببینید اگر آقای ترامپ میخواد که قیمت‌ها در بازار باثبات باشه، میخواد که امنیت انرژی برقرار باشه، وقتی که خودش تحریم میکنه ونزوئلا رو، وقتی خودش تحریم میکنه ایران رو، وقتی خودش عامل اغتشاش هست و عامل جلوگیری از تجارت آزاد هست، نمیتونه دیگران رو متهم کنه. اون اولین چیزه. ما نمیتونیم یک دفعه تاریخ رو کات بکنیم بگیم تاریخ از اینجا شروع شد که ایران مثلا این کار کرد یا حوثی ها این کارو کردن. اون چیزی که ایران میگه به نظر من در منطقه بسیار درسته. ایران میگه تمام کشورها به حق حاکمیت دیگری احترام بذارن، صلح در هر منطقه‌ای در هر کشوری توسط مردم اون کشور ایجاد بشه و دیگران در کشور و قدرت‌های فرامنطقه‌ای دخالت نکنن در منطقه. این قدرت‌های منطقه باشن که امنیت کشورها رو و امنیت منطقه رو تامین کنن. این حرف خیلی منطقیه، حرفی که مشکلی توش نیستش. و شما اگه نگاه کنید آیا ایران دستش تو لیبیه؟ توی شمال آفریقا ایران اصلا وجود نداره، اما وضعیت شمال آفریقا رو می‌بینیم. آقای عتیقی، البته منتقدان جمهوری اسلامی ایران رو، حضورش رو در یمن باش مسئله دارن، حضور ایران در عراق باش مسئله دارن، حضور ایران در سوریه رو باش مسئله دارن. واقعا آقای روحانی در بخش از صحبت‌هاش گفتش که سیاست، اشاره کرد حتی از اصطلاح عربیش استفاده کرد که همسایه مهمتر از خانه است، گفت الجار ثم الدار، به نوعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو خلاصه میکنه در این جمله که از دید مقام های جمهوری اسلامی همسایه مهمتر از خانه است. انتقادی که هست حضور ایران در کشورهای منطقه است. بله، ببینید حضور ایران در کشور منطقه باید توضیح بدیم. الان مثلا تو یمن ما میبینیم که هر روز داره بمباران میشه توسط هواپیماهای عربستان و امارات و نیروهای مزدور از بیگانه، از کشورهای فقیر، اینها جمع میکنن میفرستن که بجنگن با مردم. خب ایران چه آقای عزیز؟ ایران اصلا چرا باید اونجا باشه؟ یمن خیاط خلوت عربستانه. من قبول دارم. من سوالم اینه که ایران الان اونجا چه گونه حضور داره؟ ما تصور میکنیم که ایران کمک‌های نظامی کرده از قبلا، الان که کاملا اونجا تحت محاصره است. ما تصور میکنیم که ایران حمایت دیپلماتیک میکنه. ببینید اصلا اینها در یک کفه ترازو نیستن که ما بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم. این هم که ما بگیم یه کشور یه منطقه حیات خلوت یه کشور دیگه هر کاری دوست داره حد دخالتی کنه، خب این منطقه نیست. ببینید من فقط یک نکته به شما بگم، اگر عربستان سعودی با یک گروهی در ایران میخواد به تفاهم برسه، مسلما بهترین گروه و بهترین افراد و بهترین دیپلمات‌هایی که امتیاز خوب میدن و البته مسائل دیپلماتیک هم رعایت میکنن، همین تیم آقای ظریف آقای روحانی. یعنی اگر عربستان، ولی چقدر سیاست گذارن تیم آقای روحانی آقای ظریف؟ واقعا سیاست منطقه ایران رو آقای ظریف حتی دعوت نمیشه به دیدار آیت الله خامنه ای با بشار اسد. ببینید شما هر کدومو جدا جدا میبینید که البته اون معلوم نیست که بی‌نظمی و ناهماهنگی دفتر رئیس جمهور بوده یا واقعا مثلا ناهماهنگی از طرف جای دیگه بوده، در مورد اون بحث هستش. ولی ببینید آقای روحانی و آقای ظریف از اولین روزی که وارد آفیس شدن، وارد ریاست جمهوری ایران شدن سال 92، مرتب به عربستان سعودی پیام دادن برای اینکه ما حاضریم هر گونه بخوایم بدون پیش شرط وارد گفتگو بشیم، اما همیشه جواب رد شنیدن. یعنی حتی یک بار ترای هم نشده از طرف عربستان که بیاد بگه آقا ما میایم میشینیم دور میز برای یمن یه تصمیم بگیریم که مردم یمن در آرامش قرار بگیرن. من مطمئنم اگر شما میدونید که آقای ظریف کشتی که قرار بود کمک برسونه، هواپیمایی که قرار بود کمک برسونه به یمن رو
با تشری که آقای کری زده بود اونها کشیدن کنار. خب ببین یعنی آقای ظریف گفتن که نه نباید الان بفرستیم، بحث برجام بود، بحث زه. مسلما اگر عربستان جلو میرفت و حاضر بود بیاد، بحث یمن بسیار ساده تر از این حل میشد. الان نکته اینه که توی یمن عربستان به بنبست خورده. عربستان هیچ کاری در... یعنی شما یک تحلیلگر پیدا نمیکنید که بگه عربستان میتونه از لحاظ نظامی در یمن برتری پیدا کنه. و اینم خیلی جالبه که تو جنوب یمن که اصلا دست حوثی‌ها نیست، دست ایران نیست، بین گروه‌هایی که مخالف حوثی‌ها هستن، یمنی‌هایی که مخالف حوثی‌ها هستن، بین خود اونها درگیری شده. الان دولت یمن، اصلا دولت در تبعید یمن یا هر دولتی اسم اون عبدالرب منصور رو بذارید، شما اصلا دولتش کجاست؟ مقرش کجاست؟ چه کسی طرفدار اون دولته؟ ببینید ما باید با واقعیت‌ها صحبت کنیم. نمی‌تونیم بگیم چون حیا خلوت عربستان، عربستان هر کاری دوست داره بکنه 20 میلیون جمعیت رو در فقر نگه داره، در حالی که اونها پتانسیل خیلی بالایی دارن برای پیشرفت. باید بذاریم گفتگوهای یمنی شکل بگیره. این چیزی بوده که ایران همیشه گفته. البته تلاش‌هایی شد و میخوام از بحث دور نشیم، اما تلاش‌هایی شد، گفتگوهای یمنی حوثی‌ها تلاش کردن گفتگو کنن و نچه نرسید، اما نمیخوام از بحث دور بشیم. آقای حاجی قاسمی، بحث ائتلاف امید چقدر میشه بهش امیدوار بود؟ به نظر من اهمیت این بحث، یعنی در واقع نیمه دوم صحبت‌های آقای روحانی که به ائتلاف امید و همسایگان، پیامیشون به همسایگان برای همکاری بود، به نوعی پاسخ به اون دو نگرانی دیگه که جامعه جهانی به ویژه همسایگان ایران داشتن، مسئله موشکی، مسئله نفوذ نسبتاً گسترده ایران در منطقه. و در واقع روحانی میخواست به عربستان سعودی، امارات و متحدینشون در منطقه بگه ببینید ما آماده هستیم برای همکاری، و این ائتلاف در واقع ما میتونیم امنیت منابع انرژی در کشورهای شما رو ما تأمین میکنیم. در واقع تمام این حرف این بود، صلح امیدی که اون با میشد در واقع این هست که فقط و فقط کشتیرانی در اونجا نبود. آنچه که گفتم معادله رو تغییر داد. دو هفته پیش حمله‌ای بود که به منابع انرژی عربستان سعودی صورت گرفت. بنابراین به نظر من طرح این موضوع و اینکه ایران با دو سال تأخیر دولت روحانی وارد این مذاکره میشه، چون کارشناسان دو سال پیش عنوان کردن که چرا با همسایگان شما مراوده فعال برای رفع نگرانی‌هاشون ندارین، ایران به طور جدی حالا آغاز کرده که نگرانی‌های عربستان، امارات و بقیه رو برطرف کنه، چون آمریکا متحدش در منطقه اینها و البته اسرائیل هستن. و من فکر میکنم در صحبت آقای روحانی با طرح این دو ماجرا، در کنار این که گفته شد که در واقع تحریم ها برداشته بشه، ما مذاکره میکنیم. در واقع خیلی ساده بود برداشت این ماجرا که ایران آمادگی کامل رو برای مذاکره پیدا کرده و فقط یک فرمولی باید پیدا بشه که این رفع تحریم ها و مذاکره که همزمان و بعدش هم عکس گرفتن که نیاز آقای ترامپ هست با هم انجام بشه. و در منطقه هم اون دوتا به اصطلاح نگرانی که کشورهای منطقه داشتن و ایران با اونها نمی پرداخت، خیلی کم می پرداخت، و مسئله موشکی ما راه حلی نداشتیم، مسئله امنیتی که همسایه‌ها نداشتیم، نفوذ گسترده ایران در منطقه، در خود یمن. به هر حال تصور عربستانی ها اینه که حوثی ها به طور کامل توسط ایران حمایت میشه. این تصوری که بخشن واقعیت، بخشن هم تصور هست. خب ایران حالا مطرح میکنه که ما در حل و فصل این مسائل صلح در منطقه، صلح در خلیج فارس به طور فعال تر داریم، برنامه داریم، میخوایم وارد عمل بشیم. این هست که خوشبینی که در حداقل در بنده ایجاد شده که ما در ماه‌های آتی، در هفته‌های آتی باید منتظر این باشیم که در عربستان هم نرمش‌های صورت بگیره، در عربستان، امارات و آمریکا هم که دارن اون راه حل رو پیدا میکنن. این دو مورد، این خوشبینی رو به من میده که ما در هفته‌های آتی، در یک دو ماه آتی تا پیش از کریسمس به جاهایی برسونیم مسئله خاورمیانه. متشکرم.